اما کودک پرورز دو تا قابلیت خیلی جالب دیگه داره که اون رو با هم توی این قسمت ببینیم. من اینجا دو تا تصویر دارم، یکیشون با کودک H264 انکود شده، کودکی که خیلی کم حجمه و خیلی دوستش دارم به خاطر کیفیت خیلی بالا و حجم خیلی پایین. خودآموزای ما هم تمامش با همین کودک انکود شده. و یکی پرورز پروکسی. حجم پرورز پروکسی که حدود فکر میکنم 18 دقیقه و 36 ثانیه است. البته اینجا میتونستم نگاه کنم، از این ور دیدم گفتم 4 گیگ و 48 و H264 1.8 گیگ. خب تفاوتی که این دوتا با هم دارن رو از نظر فشاری که به سی پیو و سیستم میارن بعد نیست اینجا ببینیم. اینجا ما الان H264 رو پلی میکنیم و ببینیم چقدر حجم از سی پیو نیاز داره. شما میبینید که الان 40% سی پیو رو اشغال کرده و روی 40% ثابت مونده. 48% الان شد مثلا، یا 50%، 56%. هر چقدر تنوع تصویر بیشتر باشه خب یه مقدار فشار بهش بیشتر میاد. حالا بعد نیست من یه کوچولو اذیتش هم بکنم تا ببینیم این به کجاها میرسه. 67%، 89%، 79%، 80%. پس ببینید که این کودک خیلی توان زیادی از سیستم میکشه. حالا میریم سراغ پرورس. باز همینطور من میام اینجا میبینم 20% الان فعاله، به 30%، 31%. حالا یه خورده بازی باش میکنم ببینیم چقدر میره بالا. 50%، 58%، 51%، 59%. دیگه فکر نمیکنم از 59% بیشتر بشه. پس همونطور که شما میدیدین کیفیت خیلی بالای اون مثل آنکامپرست یا تیف نیستش که گریه یا سیستم رو در بیاره و سی پیوتون واقعا نفسش رو بگیره. واقعا من نمیدونم چجوری این کودک رو نوشتن، ولی حجمش کمه، کیفیتش عالیه و فشار خیلی کمی به سی پیو میاره. خب حالا یک چیز دیگه تو فاینال کات هست که اون رو با هم میبینیم. الان شما ببینید من این تصویر تیفمون رو آوردم توی یه سکانس تیف گذاشتم. همونطور که شما اینجا اگه الان ببینید کودک تیف داره و این تصویر رو ما اینجا داریم. اولا که اصلا به من هیچ امکانی اینجا برای unlimited playback و اینها نمیده. اگر من میام توی افکت شما میبینید که هیچ کدوم از فیلترام ریل تایم نمیتونن باشن، از اونجا که بولد نیستن، درشت نیستن. H264 هم به همین صورت هیچ امکانی به من نمیده و فیلترها هم باز هیچ کدومشون نمیتونن ریل تایم باشن، همشون به رندر نیاز دارن. اما پرورس شما ببینید توی شرایطی که من الان کیفیت پلی بک هم رو گذاشتم روی های، فریم ریت هم رو گذاشتم روی فول و تصویرم همونیه که اون برداشتم، اگر بیام توی افکت ویدیو فیلترز شما ببینید که چقدر از فیلترهای من ریل تایم هست. حتی پلاگین هایی منم که تکنولوژی FX پلاگ دارن مثل سپفایر اونها هم ریل تایم میتونن باشن و یه سری های حالا خیلی گروه کوچیکی هن که شاید ریل تایم نباشن. میبینید شما خیلی کمن واقعا. پس یه قابلیت خیلی خیلی مهم دیگه پرورز اینی که شما میتونید خیلی از امکاناتتون رو توی فاینال کات به صورت ریل تایم ازش استفاده کنید. در مورد سرعت هم همینه. من اگر اینجا این کلیپ رو انتخاب بکنم بیام بگم مثلا سرعتش بکن 50%، شما میبینید که ریل تایم میتونم اسلو شدنش رو ببینم. یا اگر بکنمش فرضاً 30%، باز به همین صورت. یا حالا قابلیت های دیگه که توی فاینال کات هست،
اما H264 آن کامپرس تیف یا حالا کمپرسور های دیگه یه همچین امکانی ما نمیدن. اگر من اینجا بیام این سرعتش رو بکنم 50%، بدون تردید نیاز به رندر داره. پس یکی از مهمترین قابلیت های فاینال کات اینه که اصلا ببخشید قابلیت های پرورز اینه که برای کار کردن توی فاینال کات کاملا آماده شده و شما از تمام توان فاینال کات میتونید استفاده بکنید زمانی که کودکتون پرورزه.